الشرط الرابع من شروط الصلاة النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. شرط چهارم از شروط نماز نیت هست و نیت محلش در قلب، نه اینکه بر زبان بیاره و بر زبان آوردن نیت بدعت شمرده میشه. فلا يمكن ان يقول اللهم اني نويت ان اصلي في هذا اليوم يوم الجمعه الموافق لشهر كذا في ساعه كذا اربع ركعات مثلا مصليا خلف فلان وبجانب على اليمين فلان وفلان، لا يمكن ان يكون هذا. بنابراین گفته نمیشه که خدایا من نیت کردم که ادا کنم مثلا چهار رکعت نماز ظهر رو در فلان وقت در فلان مسجد پشت سر امام، و اون اشکالی که بعضی ها به اشتباه بر زبان میارن نیت رو. النبی صلی الله علیه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء وكبر، يعني لم يقل له عليه الصلاه والسلام قل اللهم ان نويت كذا وكذا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شخصی که نمازش رو بعد خوند و بعد نماز خوندن رو بهش یاد دادند، فرمودند که تکبیر بگو، و قبل از اون او رو یادآور شدند به چگونگی ادای نماز و بهش نگفتند که برای نیت نماز چنین و چنان بگو. نعم، و نحن الان عندما ناتی للصلاه یکفی عندنا ان النیه تكون یعنی حتى لو كانت قبل أو ننوي فرض الوقت، هذا لا إشكال فيه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني أنت تخرج من بيتك تتوضأ وأنت تنوي عصر، لكن عندما تكبر لا تستحضر أن هذا عصر، يقول نية الوقت هذه تكفيك، أو النية عندما خرجت من البيت هذه تكفي، يعني لا يلزم ما يصنع بعض الناس قبل أن يكبر يظل دقيقة كاملة يفكر حتى تأتي النية مع تكبيرة الإحرام، هذا كل هذا من التنطع والله أعلم. اونطوری که شیخ بن عثیمین رحمه الله فرمودن لازم نیست که هنگام نماز استهزار بکنه وقت اون نماز رو، به صرف این که از خونه خودش برای ادای نماز اون وقت خارج شده خودش نیت شمرده میشه، برخلاف این که برخی از مردم به خودشون زحمت میدن و مثلا قبل از این که نماز رو ببنده و تکبیرت الاحرام رو بده حدود یک دقیقه مثلا یا کمتر و بیشتر توقف میکنه تا وقت اون نماز رو استهزار بکنه و نیت بکنه. نه، این طور نیست و این تکلف شمرده میشه. نعم والله اعلم.